خانه‌ای که پدر در آن نباشد خانه بی برکت است. پدر و مادر دو دروازه جنتن که در خانه تو باز شده ان. تو به کدام سو روان هستید؟ کدام دروازه دیگر را میزنید؟ دروازه بهشت در خانه‌ات باز شده است، کدام دروازه را میزنید؟ چرا از این دروازه به بهشت نمیدرایید؟ دروازه بهشت در خانه‌ات باز شده است. از پدرتان حکمت را بیاموز، از پدرتان تجربه را بیاموز، از وضعیت خود و اولادت دائم به پدرتان گزارش بده. پدر خوشحال میشود که از نواسهایش برایش بگویید، هرچند که پدر نگوید بچه‌ام قصه کن برایم، بدون او که از تو درخواست بکند تو برایش قصه کن. تو از اولاد خود بگو، تو از خانواده بگو، تو از آینده بگو، تو از آنچه که اتفاق افتاده است برش بگو که او خوشحال می شود. در تمام امور با پدرت مشوره کن. پدر موسفیدت را آزاد بمان، او را بمان هرچی که خودش دوست دارد انجام بدهد، نه آنچه که تو دوست دارید انجام بدهد. او برده و غلام تو نیست. بسیاری از اولادها جوان شدند، ماشاءالله انجینر، دکتر، عالم، مولوی، وزیر شدند. الان انتظار دارن که بله پدر دیگه این کلا را بسر نکن، پدر این قسم دیگه نگرد، پدر این قسم عمامه را نپوش، پدر این قسم لباس را نپوش. تو بر لباس پدرت میشرمید؟ او را آزاد بمان، او برده تو نیست، او غلام تو نیست. او را بمان آنگونه که خود دوست دارد زندگی کند، نه آنگونه که تو دوست دارید. او را بمان آنگونه که خود دوست دارد زندگی کند، نه آنگونه که تو دوست دارید. تو ارباب او نیستید که تو به او فرمان بدهید. او آقا و سرور این خانه بوده است یک روزی و الان پیر شده است. بمان که آقا و سرور باقی بماند، بمان که آقا و سرور باقی بماند. اجازه ندهید که پدر موسفیدت احساس بکند که دیگه پیر شده است، احساس بکند که بله دیگه الان دیگه از او گذشته است. چونین احساس را در وجود پدرت نیاور. این ظلم است در حق پدرتان که او ای احساس را بکند که بله وجودش الان در خانه بی معنا است. این چه ظلمی است که در حق پدر روا می دارد؟ الان پدر احساس می کند بله من الان دیگه یک موجودی بدون اراده هستم، الان وجودم من بی معنا است، الان من دیگه ارزشی در این خانه ندارم. او را در یک کنجی مانند دکور خانه مانده اید که بله این پدر ما هست، پدر بدون اراده، پدری که وجودش هیچ معنا ندارد، پدری که از او کسی مشعره نمی خواهد، پدری که هیچ اراده از خود ندارد. در روایت صحیح مداری که رسول خدا فرمودن اسنان یعجلهم الله فی الدنیا البغی و عقوق الوالدین، دو چیز است که در همین دنیا خدا عذابش را می دهد قبل از آخرت، یکی زنا، دوم نافرمانی پدر و مادر. و فرمود این اکبر الکبائر عقوق الوالدین، بزرگترین کبیره ها نافرمانی پدر و مادر است، بزرگترین کبیره ها نافرمانی پدر و مادر است. یکی از آن مسائل و از آن رفتار و کرداری که منجر به عاق شدن فرزند می شود این است که شما پدر و مادرتان را بگریانید، به سبب شما گریه کنند، به رأی و نظر و مشوره پدر و مادر توجه نکنید و به رأی و نظر آنها بی‌اعتنایی کنید. صدایت را بر بالای پدر و مادر بلند بکنید و سخنان زشت از دهنتان بیرون شود. مدت ها می گذرد و به ملاقات پدر و مادر نمی روید. در شهر کابل زندگی می کنید، پدر و مادر در فلان ولایت هستند و هفته ها گذشته است، ماه ها گذشته است و تو به ملاقات پدر و مادر نرفته اید. قصدن بر بالای پدر و مادرت خرچ نکنید یا به آن مقدار خرچ نکنید که بر بالای فرزند خودت و بر بالای اولادت و زنت خرچ میکنید. تو به این باور هستی پدر پیر شده است، مادر هم پیر شده است، الان دیگه نواسه هایشان کلان میشوند، الان دیگه دوران زن ما هست، بر بالای او خرچ میکنید بیش از آن چیزی که بر بالای پدر و مادر خرچ بکنید. این که به پدر و مادرش با غضب و خشم نگاه بکند، نه این که با زبان چیزی بگوید، او را خدمت شما عرض کردم، با خشم با غضب نگاه بکند به سوی پدر، به سوی مادر، چون تنها به چهره مادر یک بار نگاه کردن با خنده با خوشرویی به اندازه یک حج عمر ثواب دارد. تا اینجا بعضی از رفتار فرزند را عرض کردم که در مقابل پدر و مادر منجر به عاق شدن فرزند می شود، اما رفتاری که منجر به خوشی و خوشحالی والدین می شود به طور خلاصه عرض می کنم. اول اینکه تا
پدرتان را با بهترین نام یاد بکنید. صحابه رضوان الله تعالی علیه مجمعین هنگامی که با پدر و مادر روبرو میشدن میگفتن یا سیدی یا سیدتی آقایم، اینطور میگفتن. و بعضی از علما هنگامی که با مادرشان روبرو میشدن میگفتن یا امیرتی، یعنی ای فرمانده من، یعنی ما مأمورم، تو فرمانده هست. با صدای آهسته و نرم گپ بزنید. قبل از پدرتان در غذا شروع نکنید. وقتی پدر یا مادر تو را صدا می کند فورا بگو لبیک، هرچند که دستتان به کار بند باشد، فورا خود برسان. هیچ وقت آنها را از دعای خیر فراموش نکنید. تلاش کن که به نوعی آنها را خوشحال بکنید. بعد از اینکه فهمیدید که در حق آنها خطا مرتکب شدید، فورا برو معذرت خواهی کن. بعد از همه اینها بدان که تو در حق آنها هیچ کاری نکردی و حقش را ادا نکردی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه مرد یمنی را دید که در اطراف کعبه مادرش را پشت کرده و طواف میکند. این مرد یمنی پرسان میکند، میگه یا عبدالله چه فکر میکنید، آیا من حق مادر خود را ادا کرده ام؟ حضرت عبدالله میگه لا، نه خیر، ولا بزفرة واحدة، حتى بأندازة يك ناخذ هم حق مادر أدانا كرده.